جلال ایجادی، استاد جامعه شناسی دانشگاه کنم از پاریس همراه ما هستند. وقتتون بخیر. جناب ایجادی، یکی از شهرهایی که شاهد تجمع گسترده ایرانیان بود، نوفلا شاتو بود. به نظر شما چنین تجمعی در شهری که سال 57 روح الله خمینی انقلاب رو از اونجا هدایت کرد، نشان دهنده چیه؟ بله، نشان دهنده انقلاب دوم که در برابر انقلاب 57 بود. من خاطرم هست همون زمان هم در واقع در پاریس خبری نبود، فقط در یک نقطه و اون هم حومه پاریس بود، نوفل شاتو، که افرادی که شیفته آیت الله مرتجعی قرار داشتند به اونجا می رفتن و بنابراین در درون روزنامه هم البته طرفدارانشون پیوسته می نوشتن و این شیفتگی فقط در ارتباط با بخشی از جامعه فرانسه بود و همچنین متاسفانه بخشی از ایرانیا. ولی امروز ما می بینیم که دنیا کاملا متفاوت شده و خیابانها امروز در محلی هستش که ایرانیا رو در دل خودش جای میده و باور کنید که هر بار که من بودم و دیدم، نه تنها ایرانیان عزیز با دل و جان، بلکه همچنین فرانسوی های مترقی که تمایل به شعارهای انقلاب دارن در کنار همین تظاهر کنندگان هستن. برابر این نقطه امروز نقطه برخلاف نقطه 57 هست و امروز در دل این جنبش در واقع آزادی هست که در دیروز نبود بلکه یک توهم بود. شاخص‌ترین سخنرانی های تجمع دیروز و مهمترین نکاتی که در اونها مطرح شد به نظر شما چی بود؟ ببین، نکاتی که به هر حال مطرح شد از جمله در این تظاهرات پیوسته و با تکرار باید بکنیم، زن، زندگی، آزادی یک شعار بین المللی و یونیورسل هستش و این رو اگر مردم میگوین و تظاهر کنندگان در خارج میگوین، این خیلی طبیعی هست و بیان وحدت و در واقع یک جا جمع شدن هم ایرانیان هم کسانی که در شهروندان این کشور هستن. از سوی دیگر نکاتی که از جمله بود در ارتباط با مخالفت با جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی بود، علیه خود خامنه‌ای بودش، عرضمون در ارتباط با قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی بود و همچنین مطلب مهمی که بود این بود که پیوسته با حضور نیروهای خود این کشورها، نیروهای سیاسی و نمایندگان این کشورها، بیان این بود که همبستگی سیاسی این کشورها با ملت ایران نیز اعلام می شود. در ترکیب سخنرانان دیدیم که از سیاستمدار تا کنشگر و همچنین دختر روح الله زم هم سخنرانی کردند. اهمیت این چهره ها در کنار هم در چیه؟ ببینید، جنبش کنونی ایران یک جنبش سیاسی ولیکن در ضمن بعد فرهنگی، اجتماعی، تاریخی داره و وقتی که برابر این سیاستمداران هم ایرانی هم خارجی مانند دیروز آنچه که در پاریس دیدیم جمع میشوند و در ضمن چهره‌های ادبی، چهره‌های هنری و چهره‌های در واقع که مربوط به جنبش زنان هستند اینها جمع میشن، این بیان کیفیت باز خود این جنبش هستش. به این ترتیب هستش که همیشه جنبشان نیازمند حامیانی هستند که این حامیان بتوانند صدای در واقع این انقلاب رو به نقاط دیگر ببرند و در میان خودشون مورد بحث قرار بدن و اتحاد خودشون رو به حول این جنبش بیان بکنن و به این خاطر هستش که در واقع انقلاب ایران چهره های گوناگونی داره ولی یک صدای واحدی داره و اون هم همانا زن، زندگی و آزادی هست که شعار همه مردم ایران و واقعا همه عزیزانی که در خارج کشور در این گردمه های شرکت